به نام خدا، سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی ویدیو امروز میخوایم 6 مردی رو بهتون معرفی کنیم که نباید رابطتون رو باهاش ادامه بدید. مورد اول مرد کنترل کننده هست. ببینید، اوایل رابطه شاید این کنترل کردن جذاب باشه، به نظرتون یک نشونه عشق باشه که کسی که شما رو دوست داره کنترلتون میکنه. حالا کنترل موبایل باشه، کنترل بیرون رفتن، اینکه با کی هستی با کی نیستی و همه اینا اوایل رابطه شاید خیلی براتون قشنگ باشه. اما بدونید اگر شما با این شخص هدف جدی دارید، بعد از یه مدت که رابطتون جدی بشه، این رفتارها بهتون خیلی آسیب میزنه و بعد از یه جایی واقعا آزاردهنده میشه. پس این یه مورد رو حتما بهش توجه کنید. مورد دوم، مرد دروغگو. ببینید، دروغ، همه آدم ها دروغ میگن کم و بیش و همه ما میدونیم که دروغ خیلی چیز بدیه و دیگه این چیز ثابت شده است. اما مردی که برای ساده ترین چیز هم به شما دروغ میگه و اصلا انگار دروغ جزوی از اخلاقشه، این بعدن به شما خیلی آسیب میزنه. ببینید، شما بعدن که با این شخص برید زیر سقف زندگی کنید، این دروغ ها خیلی آزارتون میده و دیگه اعتمادی ندارید به اون شخص. پس به این گزینه حتما توجه کنید و اصلا نادیده نگیرید. اوایل رابطه شاید بگید که دروغ بخشی از رابطه است، حالا گفته اشکال نداره، اما وقتی میبینید دروغ هاش داره زیاد میشه، خب این دیگه نشونه از این واضح تر نداریم، حتما بهش توجه کنید. شماره 3، ببینید، مردی که براتون هیچ تلاشی نمی‌کنه، این یه نشونه خیلی مهمیه که ادامه دادن رابطه باش الکیه. ببینید، رابطه یعنی تلاش از توی هر دو طرف. یه مدت مثلا یه کارهایی باید آقا برای خانم بکنه، یه کارهای خانم برای آقا. اما وقتی می‌بینید که این مرد هیچ گونه تلاشی برای شما نمی‌کنه، هیچ گونه رفتاری رو نشون نمیده که حتی داره تلاش می‌کنه، حتی ادای تلاش کردن هم در نمیاره، این نشونه خیلی مهمه که شما رابطه‌تون رو دارید با یه شخص بیهوده هدر میدین. این شخص اصلا یه شخص پوچ هست و حتی برای خودش هم مطمئنم هیچ تلاشی نمیکنه. وقتی همچین شخصی با شما هست، چه بهتر که شما این نشونه ها رو میبینید، کامل بیخیالش بشید، وقت خودتون رو هدر ندید. شماره 4، فردی که خودخواهه. مردی که خودخواهه. ببینید، خودخواه بودن چه تو مرد چه تو زن چیز بدیه و کلن آدم خودخواه کسی دوست نداره. خودخواه کیه؟ خودخواه اینه که همه خوبی‌ها رو برای خودش میخواد، حوصله بدی هم نداره. اما رابطه این نیست. رابطه لحظات خوب داره، لحظات بد، اتفاقای خوب داره، اتفاقای بد. مردی که فقط اتفاقهای خوب رو برای خودش میخواد، لحظات خوب رو برای خودش میخواد، فقط به فکر نیازهای خودشه، اینو مطمئن باشید این شخص درست بهشون نیست. بعدن هم که برید باش سری سخت، فقط نیازهای خودشو میبینه. نیازهای دو طرف باید تو رابطه مد نظر باشه. شماره 5، مرد بی احساس. ببینید، احساس جزئی از وجود آدمه، تو مرد هست تو زنم هست. اما شاید همیشه تو طول تاریخ گفتن مرد مغروره و زنه که با احساسه. نه، مردا هم احساس دارن و وقتی میبینید مردی باش هستید که حداقل احساسات رو هم بروز نمیده، خب این نشونه خیلی بدیه. همه آدما به یه سری توجه نیاز دارن، به یه سری محبت ها نیاز دارن، به یه سری احساسات نیاز دارن. شما مردا رو هم نگاه کنید، خانوما رو هم نگاه کنید. ما مردا شاید فکر کنید که ما دوست نداریم آدم احساساتی باشیم، احساساتمون رو بروز بدیم و احساسات ببینیم. نه، اینطور نیست. مردا هم دوست دارن احساسات ببینن و بروز بدن. و فردی که با شما در رابطه هست و هیچ گونه احساسی بروز نمیده، یه نشونه خیلی واضحه که این شخص ممکنه بعدها برای شما آزاردهنده باشه. شما بعد از یه مدت که باهاش برید زیر سقف زندگی کنید، این بی احساسی ها آزارتون میده، یعنی به همه چیز بی حسه. خب این بعد از یه مدتی مطمئنم آسیب های روانی زیادی به خودتون میزنه. مواظب باشید خیلی. شماره 6، آخرین مورد و مهمترین مورد. ببینید، مردی که دنبال تعهد نیست، این نشونه خیلی مهمه که دارید وقت خودتون رو هدر میدید. من میبینم افرادی که مثلا ازم میپرسن که با یه مردی 5 سال 6 سال در ارتباطن، هنوز نمیدونن رابطهشون چیه، اصلا نمیدونن دوستن با طرف، نامزدن، متأهلن، چیان، من نمیدونم، خودشون هم نمیدونن، اون مردم نمیدونه. یعنی فقط انگار یه سرگرمی هست این خانم براش و این خانم بیچاره هم داره اون وقتش رو هدر میده. 4 سال گذشته، 5 سال گذشته و فکر میکنه که 4 سال 5 سال با طرف بوده، یعنی طرف میخوادش. خب اگه شما رو میخواد، هدف جدی داره، خب بهتون میگه اصلا اسم رابطه چیه؟ هدفش چیه بودن با شما؟ 5 سال گذشته، 6 سال گذشته، نکنه میخواید 7-8 سال دیگه هم همینجوری هدر بره که تا اون لحظه ببینیم که اون مرد تصمیمش چیه؟ آیا میخواد با شما جدی باشه یا نه؟ خب وقتی شما این نشونه ها رو دارید همین الان میبینید، باش رو در رو کنید که ببینید آیا اون هدف جدی رو با شما داره یا نه. به همین راحتی. در آخرم تشکر میکنم بابت تماشای ویدیو.
ویدیوهای قبلمون هم حتما تماشا کنید. مطمئنم نکات مثبت خیلی زیادی رو میتونید توشون پیدا کنید. کامنت هم یادتون نره، سابسکرایب هم بکنید حتما کانال یوتیوبمون رو که بتونید فیلم‌های جدیدمون رو هر هفته ببینید. مواظب خودتون باشین، خدا نگهدار.